رادیو همراه، بفرمایید. اول سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. تشکر میکنم از وقتی که در اختیار من قرار دادید. آقای دکتر، من راجع به یه موقعیت عجیب غریب کاری که برام پیش اومده تماس گرفتم خدمتتون. یکم استرس دارم. اول یه بک‌گراند کوچیک از خودم میگم. من 29 سالمه، 2 سال به آمریکا مهاجرت کردم از طریق ازدواج با همسرم و دانشکده پزشکی رو ایران تموم کردم. توی این 2 سالم امتحانای بورد پزشکی آمریکا رو دادم، همزمان من که در واقع گپ ایجاد نشه بین فارغ التحصیلیم و شروع رزیدنسیم، اپلای کردم برای اینکه پوزیشن پست‌داک بگیرم توی یکی از بیمارستانای دانشگاه یه شهری که توی زندگی میکنم. ببخشید، همسرتون چند سالشونه؟ همسرم همسن خودم هستن. ایشون هم 29 سالمونه و ما 4 سال با هم دوست بودیم. اون وقت رشته کار ایشون چیه؟ ایشون فوق لیسانس عمران هستن و توی شرکت کار میکنم. اوکی. شما از چه طریق آمدید به امریکا عزیز؟ از طریق ازدواج با ایشون. ایشون قبلا اینجا بودن؟ ایشون قبلا سیتیزن امریکا بودن ولی ایران زندگی میکردن. اوکی. خب چه خبر است؟ میگفت آقای دکتر، من زمانی که حدود 2 ماهی که اپلای کردم برای پوزیشن فوق دکترا، در واقع 2-3 تا اینترویو گرفتم که تو یکیشون پذیرفته شدم، ولی خب در واقع تو دپارتمانی بود که به خیلی به تخصصی که من دوست داشتم بعدن بگیرم مرتبط نبود. همزمان از طریق کامیونیتی ایرانی با یه خانم ایرانی آشنا شدم. ایشونم مثل من ایران پزشکی خونده بودن، ولی خب سالها قبل بعد از اینکه اومدن دیگه دنبال رزیدنسی نرفتن و امتحانا رو ندادن، ولی همسرشون دایرکتور اون دپارتمانی بود که خیلی مورد علاقه من بود و در واقع تو همون بیمارستان دکترم بودن، پزشکم بودن. بله، فوق تخصص. بله. همسرشون هم ایرانی نبودن اصلا. ایشون با هم پیشنهاد دادن که اگر، یعنی در واقع لطف کردن که اگر دوست داری میتونی بری با ایشون صحبت کنی و اگر ایشون هم مثلا آدم رو در بایستی داری نیستن نخواستن خیلی راحت بهت میگن. من با ایشون صحبت کردم، ایشون هم خوششون اومد از رزومه من و در واقع من فرصت رو دادن که من رفتم تو دپارتمان. از اون زمان 8 ماه میگذره، من اونجا کار کردم، یه همکاری خیلی خوبی بود، من خیلی تونستم رزومه رو قوی کنم، چند تا مقاله خیلی معتبر با ایشون کار کردم، تو چند تا کنفرانس خیلی خوب پرزنتشون کردم و این قضیه ادامه پیدا کرد تا 2 هفته پیش که ایشون یه ریزی به من دادن و من با این خانم توی مدت خیلی صمیمی تر شدم. وقتی خیلی از خوشحالی این ریز با ایشون صحبت کردم، حس کردم ایشون خیلی خوشحال نشدن، چون گفتن که همه این ساپورت تو این سالا من نگرفتم و قضیه تموم شد. نفهمیدم چی؟ تمام این چی؟ تمام این ساپورتی که شما گرفتی و بهت کمک شده رو من هیچ وقت از هیچکی نگرفتم، برای همینه که مجبور شدم گیواب کنم رشتم. اون یعنی همسر اون آقا به شما گفتن؟ بله بله. خب 2 روز بعد ایشون اومدن خونه من با حال خیلی پریشونی و از من خواستن که جابم رو کویت کنم. من وقتی که ازشون دلیلش رو خواستم به من گفتن که ناخواسته بحث تو بین بحث تو توی دعوای ما باز شده و من به خاطر تمام کمک هایی که تو این همه سال نگرفتم به تو اشاره کردم که ایشون چه کمک هایی میتونن بکنن و بر من هیچ وقت نکردن و میخوام الان کویت کردن تو برای من یک موقعیتی که انتقام بگیرم، یعنی که به ایشون بگم برم از دستم کاری برمیاد. حرفشون خیلی برای من غیر منطقی بود. یعنی من بهشون حرفشون غیر منطقی نبوده، حرفشون خودخواهانه، بیمارگونه و اصلا همون بهتر که ایشون دکتر نشدن. بله آقای دکتر، من بهشون گفتم که شما دیدی من چقدر، یعنی آقای دکتر وقتی نزدیک کنفرانس ها میشد من شاید 14 ساعت برای این ددلاین ها کار میکردم و از زمان خونه میذاشتم، از زمان وقتی که باید برم امتحان خودم میخوندم میذاشتم و همه اینا رو ایشون شاهد بودن که من چطور، و به خاطر همین بود که در واقع ریز گرفتم. و خیلی و حالا آقای دکتر، من میدونم مختلف هستم و در واقعی دارم قدرت نگفتن ندارم، همه اینا رو میگم که خودزنی کرده باشم شما منو نزنی. به اشتباه رفتم و به این آقا گفتم، اولی که ایشون خیلی ساکت شدن از اینکه اصلا پروفشن رو تو چرا وارد این قضایی ها میکنی، به شما ربطی نداره و تو اجازه نداری کویت بکنی، تو کلی
پراجکت انجام نشده داریم و دو سه تا ایمیلی زدن راجع به یه سری دتاهایی که اصلا این دتا آقای دکتر مربوط به مریضه، بسیار ایمیل های داخل دانشگاهی روشون حساسه و حتی استاد من برام گفت اینا مانیتور میشه، یعنی تو این دتاها رو به هیچ جای دیگه نمیتونی ایمیل بکنی. من دوباره دیگه بعد اون خانم رو دیدم، اون رفتار دوستانه خواهش کردن، اینکه تو این کار رو به خاطر دوستی میکنی، تبدیل شد به یک رفتار کنترلینگ یه مقدار اگریسیو و اینکه من فهمیدم ایشون این ایمیل ها رو حتی نگاه میکرده و یعنی یه جوری دسترسی به این ایمیل ها داشته و منو بازخواست میکرد که اگر تو کویز کردی این دوتا ایمیل، این دوتا مقاله جدید چیه. من خودم رو توی موقعیتی دیدم که فقط آن را پرشور برم خودم رو در واقع اکسپلین میکنم و بعد از اون همسرم که این شرایط رو دیدن از من خواستن که اصلا این رابطه رو تموم کنی، رابطه سمیه، نیازی نداری و رابطه تو با این خانم برد. بعد از اون اصلا دیگه یکم من تماسه اصلا تهدامیز گرفتم و بعدا دیدم که اصلا ایشون موبایل منو ترک میکنن، یعنی این خانم اصلا میدونست من کجا میرفتم کجا نمیرفتم. الان من توی دو راهی هم، یکی این که این آقای دکتر که پروفسور منه به من گفته که شما دو هفته صبر کن همه چی آروم بشه برو استراحت کن و برگرد به کارت. از یه طرف برای چی استراحت کن؟ من نمیدونم آقای دکتر، من واقعا نمیدونم مثلا قضیه چی. به من میگفت چون من خیلی اصرار داشتم که شرایط الان یه جوریه که من اصلا میترسم به خاطر اینکه من حتی دیگه نمیتونم به شما ایمیل بزنم. ایشون به من گفتن که شما برو دو هفته همه چیز کول داون میشه، دقیقا جمله خودشون بود، تو هم یه استراحتی بکن بعد از امتحاناتی که دادی و دوباره برگرد سر جابت، ما کار شروع میکنیم. تو اون فاصله ما دو تا مقاله دیگه داریم که اینا باید از طریق بورد اتیک تایید بشه، هنوز تایید نشده، اونا تایید میشه و شما هم برمیگردید. الان آقای دکتر سوال من اینه، همسر من با توجه به همه این اتفاقایی که افتاده میگه که اصلا شما فکر کن که اینجا کار نمی کردی، فراموش بکنی قضایی رو و برو و برای جاهای دیگه با توجه به رزومه هم که الان خب خیلی قوی تر از 8 ماه پیشه اپلای کن و حتما توی همین بیمارستان میتونی دپارتمانه دیگه کار بگیری. آخه ایشون از کجا از کجایشون اینقدر مطمئنن به همه اینا؟ از کجایی که نه اولا من دلیل نمیدونم که شما از یه میدونی که یک موشی به شما میگه میام میخورمت از میدون بری بیرون. یکی از آقای دکتر علتهایی که در واقع من و همسرم هر دومون فکر میکنیم بهتره، اون قسمتی که حالا همه اینا رو من در نظر میگیرم و میتونم باهاش کنار بیام، قسمتی که موبایل من ترک شده. آخه اونا یه مقدار جنبه قانونی و حتی نه تنها سیویل ممکنه جنایی داشته باشه، یعنی اینا مسائلی نیست که تو دنیای امروز آدما بتونن چه کاری بکنن. بنابراین با یه وکیل هم سوال یک آدم ببینید عزیز، چون نمیخوام بی خودی کشش بیام، من اولا هیچ دلیلی برای گریز و فرار شما نمیدونم، اما شما میتونید اگر استادتون نمیفهمید، اگر میتونید بهش توضیح بدید جای دیگه رو دنبالش رو برید ببینید میگیرید، ولی هرگز هرگز اینجاتون رو ترک نمی کنید مگر اینکه جای بهتری رو پیدا کنید. ما به این فکر کردیم ولی با توجه به اینکه ایشون دایرکتور یه بخشن و آدم شناخته شده، یعنی منم میخوام ریفرنس بدم حتما از اصلا فراموشش شما اونجا میمونید، شما اونجا میمونید و هیچ دلیلی برای رفتنتون نیست، همسرتونم از راه دور نمیتونه برای اینکه تو محیط دانشگاهی و پزشکی چه خبره، اونم در یک کشور خارجی بتونه به شما بگه این احتمالاً منجر به اون میشه. بنابراین من یه نگرانی دارم که شما یه مرتبه همه وضعیت و شرایط و زحماتی کشیدید برباد بره و اتفاقی که افتاده مسخره است. به همین جهتی که من این همه گیر و گرفتارم سر این دوستیای بی‌معنی که آدم نتونه یک کسی رو دقیقا بشناسه چگونه موجودی است، متوجه نباشه که حتی با یه حرکتی، چون ببین عزیز بسیاری از اوقات مردم به فرانسه جمله خیلی قشنگی رو داره، میگه بسیاری از مردم نمیخوان پول دار بشن، میخوان بقیه رو فقیر ببینن. میدونید این خیلی حرفه،
یعنی ما برخی از اوقات خشم و تنفرمون نسبت به دیگران در حدی است که نمیخوایم ما پولدار بشیم، حالا هر کی دیگه پولدار شد شد. نه، من میخوام اونا فقیر بشن، من هم فقیر بمونم. بنابراین ابدا به نظر من جا خالی نکنید. در حدی که من محیط دانشگاهی رو در حد کمی که میشناسم و با توجه به اینکه شما یه مقدار از حقوقی برخوردارید، فقط یه دور سوال دارم. این خانم و آقا، این استاد شما و این خانم چند سالشونه؟ آقای دکتر، استاد من 60 سالشونه، خانومشونم 53 سالشونه. دعوتن شما با من خیلی زیاده، برای خب ما صمیمی شدیم با این خانم. خب شما چرا این رابطه رو ادامه دادید؟ یعنی چی رو بخواستید ثابت کنید؟ بعدم به هر حال من فکر کنم یه استاد 60 ساله اونم با تخصص در دانشکده پزشکی معمولا متعهدتر و یه مقدار اخلاقی تر و به اتیک ماجرا بیشتر اهمیت میده. ولی قرار و قرار نشون میده که ازدواج خاصی هم دارن. آیا فرزندی هم دارن یا نه؟ بله. چند تا فرزند؟ چند تا؟ دو تا فرزند. شما خودتون که فرزندی ندارید؟ نه. اوکی، به نظر من عزیز اصلا بمونید، دلیل نداره هیچ جا برید، مگر اینکه بدونی که ایشون استاد. چون ببینید اون یه نوع دهنکجی به استاد است، یه جور ترک اون آدمه، برای که اون آدم از طریق شما و در حقیقت مقالاتی که می نویسه، پیپرهایی که ارائه میشه، برای خودش یه جایگاه و پایگاهی داره، مثلا تو این محیطا بی‌نهایت اینا موضوعی مهمی هن، صرف نظر از اون رضایت شخصی. برای شما همه چیز رو دارید به هم میریزی. برای ایشون به شما گفته یه هفته در روزی صبر کن بکنی، دلیل نداره، بذارید به میل او عمل کنید، در دقیقا رو داشت باشید. ولی لطفا همه یه اسناد و مداره که تو این زمینه رو همه رو یه جوری کپی کنید، حفظ کنید. برای اینکه یه روزی من اشتباهی که کردم زمانی که لوکیشن من در واقع با ایشون شیر میشد، بدون اینکه من در جریان باشم، من پنیک کردم. در واقع وقتی شما اون یوزر رو از روی لوکیشن برمیدارین، دیگه هیچ چیزی وجود نداره که بتونین ثابت کنین که داشته شیر میشده قبلا. شاید بپرسید از متخصصین راهی باشه. ببینید، یعنی کسانی هستن که تو این زمینه مهارتی دارن. تقریبا چیزی که یه دفعه بوده به نظر میرسه اینجوری پاک و محو نمیشه، ممکنه در دسترس نباشه، ولی یه جایی هست. برابری اونو برای روز مبادا دارم عرض می‌کنم. برای بیستید عزیز، شما بعدم اینقدر خودتون نگران نکنید. یه چالشی است که شما نه گناهی دارید، نه تقصیری دارید، نه اشتباهی کردید، نه بدی کردید، نه بدخواهی کردید، نه نیتتون بد بوده، نه هدفتون بد بوده. بنابراین اگه قرار باشه یه همچین جایی من یه ذره آروم نگیرم و راحت و آسوده نباشم، کجا قراره تو زندگیم آروم بگیرم؟ فقط آقای دکتر یه سوال دارم که در واقع یکی من توی مدت اذیت کرده، اینکه اگر من همه این قضایا رو ایگنور بکنم، به درخواست این آقا همچنان باهاشون در واقع همکاری کنم. این خانوم به من گفته بودن از اونجایی که به واسطه حضور و وجود من شما اینجا با گرفتین، یه جور به من مدیونید. من میخوام بدونم از اخلاقی این درسته که من چشم رو همه اینا ببندم؟ به اندازه سر سب کن عزیز، به اندازه سر سوزن شما به ایشون بده کاری. ایشون زده همه چیز رو لجنمال کرده و لجنمال کرده. ایشون نه اون موقع آدم رفتار خوبی داشته، نمیخوام یادم، نه اون موقع رفتار خوبی داشته، نه نیت خوبی داشته، نه هدف خوبی داشته، برای که اگر بود به همچی تحفه تبدیل نمیشه. این یه طرف قضیه. دوم، هیچ ای به من بگید یه کسی هست که در کار من یه مقدار کارشکنی کرد بعد ول کرد، من برای اون اهمیت و اعتبار و ارزش بیشتری قائلم تا این خانم. برای که ببینید چیزایی از این قبیل نشان دهنده عمق یه وجود آدم متنفر خود از وزدیگرانه. و اصلا رها کنید عزیز، تعهد چی؟ ابدا. بعدم یه کسی به من برگرده بگه من تو رو کمکت کردم، رفتی ازدواج کردی، دوتا هم بچه داری، حالا دینی به من داری، لطفا طلاق بگیر، بچه هاتم بدبخت. مثلا این فهم بردمش اونجایی که شما بدونید دیگه هیچ معنایی نداره. عزیز من و شما برخی از اوقات ناخواسته میتونیم جان آدم ها رو نجات بدیم، ولی نه اونا مدیون من، نه ما کاری براشون کردیم. یه زمانی است که آگاهانه داریم یه چیزی رو خراب میکنیم، اصلا مهم نیست قبلا چه کردیم. من شنوندگان
اونایی که با من کمی آشنان یا شما متوجه، من هیچ وقت اینقدر تون نمیشم، ولی اینجور پستی ها رو نمیتونم بفهمم. چون اینکه آدم دشمن باشه، اینکه آدم کار خوبی برای دیگران نکنه یه مسئله است، اینکه یه آدمی بیاد بگه شوهر من تو رو کمک کرد، اصلا به این توجه نکنه که استعداد و قابلیت و پشت و کار تو چی بوده که به اینجا رسیده، ولی به من چون کمک نکرد حالا تو هم بیا نابود کن خودتو برای که من به اون مردک نشون بدم که باید برای من یه کاری میکرد و من هم یه کسی هستم. من اصلا همجوری استدلال فکر میکنم، پرت و پلا شنیدم، حرف بیمارگونه و خودخواهانه شنیدم، ولی نداری نه اصلا جایی نداره عزیز، که اصلا ذهن و فکر شما متوجه. پس که من برگردم بگم خب دوتا از اون مقاله رو چرا به اسم من ننوشتی، میگفتید فلانی هم تو این شرکت داشت، آخه شما با این برنامه من نشنیدید خانم، من شما با من آشنا نیستی، چرا دوتا سه تا از اون مقاله رو به اسم من ننوشتی؟ تو شما فکر نمی کنی این مرد که دیوونه است؟ دیوونه است. بنابراین اصلا جایی نداره. یعنی شما اگر به اندازه سر سوزن احساس بدی بکنید شما اشتباه میکنید، شما دارید کار بد و غلط رو تایید میکنید، شما دارید بدجنسی و پستی آدم ها رو بهش اهمیت میدید. رها کنید، اصلا به شما چه ارتباط، اصلا نه نیت شما، نه انگیزه شما، نه هدف شما، نه کار شما، نه رفتار شما، هیچی بوی بدی نداره که شما اصلا به خاطر اون احساس بدی بکنید یا بدهکار کسی باشید عزیز. بنابراین اصلا راها کنید، اصلا من جای شما باشم و جدی به شما میگم، چون شاید با من آشنا باشید، من حاضر نیستم تا 5 ثانیه دیگه به این فکر کنم. یعنی درست بس که یک کسی به من برد 3000 سال قبل یک کسی زد تو گوشه کسی، نظر تو چیه؟ به من چه مربوطه؟ من برای چی باید فکرمو بذارم اونجا راجع به اون موضوع فکر کنم؟ برام این راها کنید عزیز، تمام و کمال. خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی خیال عرایز من رو یه دفعه دیگه میشنوید، عرایز من یه دفعه دیگه میذارید همسرتون بشنوید. اصلا من جایی برای همچی بحثی نمیبینم عزیز، یعنی هیچ حتی 1% هم گفتگوی اخلاقی و انسانی رفتار ایشون و انتظار ایشون از شما نیست، ابدا به هیچ وجه.